با این روندی که الان ما شاهدش هستیم، آیا باید در واقع منتظر افزایش قیمت کالاهای دیگه هم از سوی ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده باشیم؟ البته چنین است، به خاطر اینکه این هیجانی که بازار رو فرا گرفته دو اثر خواهد داشت، یک اثر روانی خواهد داشت و یک اثری از اثر واقعی، و این اثرات وقتی با هم دیگه جمع میشن طبیعی است که تاثیر میذارن بر کالاها و خدمات، چرا که کالاها و خدمات همشون هر تمامی اون اقلامی که وجود داره به شکل زنجیره‌ای به هم پیوستن. نمیشه یک کالا رو قیمتش رو برد بالا یا یک خدمتی رو قیمتش رو برد بالا و اون بقیه کالاها رو قیمتاشون ثابت نگه داشت. در هیچ اقتصادی و در هیچ تاریخی چنین چیزی دیده نشده، حتی اگر با فرمان یا سرکوب باشه. چرا؟ برای اینکه فرمان و سرکوب باعث میشه یک بازار سیاه جانبی کنار اون بازارهایی که ظاهرا رسمی ایجاد میشه و قیمت کالاها قیمت واقعی یا قیمت بازار اونها در اونجا تعیین میشه. خب الان ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که به غیر از اقلام اعلام شده هیچ کالای دیگه نباید گرون بشه. آیا با این حال قیمت ها ما باید منتظر باشیم که ثابت بمونند دیگه؟ به هیچ وجه، قیمت ها حتما تغییر خواهد کرد، حتما بالا خواهد رفت و این اثراتش رو ما میبینیم. یعنی به هر حال اون مطالعات تجربی شده در ایران، اگر فروشندگان مجبور بشن که قیمت ثابت برای کالاها به اصطلاح اختیار بکنن، اونجاست که یا مجبور میشن اون کسب و کارشون رو تعطیل کنن، چرا؟ برای که زیانده و اساسا سودی نداره، یا اینکه بازار سیاه ایجاد میشه، یا اینکه به کم فروشی یا بد فروشی روی میارن. چرا؟ برای اینکه بقای اون واحد صنفی طبیعتاً وابسته است که قیمت‌ها قیمت بازار باشه. در غیر اون صورت، کما اینکه دیده شده که الان از سوی دولت که فرضاً چک میکنن، کنترل میکنن این فرضاً مغازه نانواهی ها رو که اینها فرضاً فعال باشن، در غیر این صورت اونها رو وادار میکنن به فعالیت. بنابراین اگر قیمت‌ها به شکل رسمی بالا بره، طبیعی است که در اون حدی که حکومت میخواد، دولت میخواد، باقی نمیمانه و قیمت ها به هر حال رای خودشون رو میرن جدا از فرمان حکومت. آقای علوی، از سوی دیگه خب الان دیدیم که در خبر فوری هم که داشتیم دلار امروز از مرز 30,000 تومان رفت و به 30,700 تومان حتی رسیده. الان آیا با گران شدن دلار هم ما باید منتظر و شاهد افزایش مجدد قیمت ها از سوی ستاد تنظیم بازار در هفته های آینده باشیم؟ خب یک رابطه دو سویه وجود داره بین قیمت دلار و کالاها و خدمات. به این معنا وقتی قیمت دلار بالا میره، طبیعی قیمت کالاها بالا میره و قیمت بالا رفتن قیمت کالاها به معنی افزایش تورم و قیمت دلار رو بالا میبره. بنابراین رابطه دو سویه است و البته دلار هم مثل یک کالاست. اگر بقیه کالاها قیمت هاشون میره بالا، طبیعتاً قیمت به اصطلاح دلار هم بالا میره. بنابراین اینجا دولت قرار میگیره در یک فشاری از سوی بازار ارز و همچنین بازار کالا. اگر بخواد مقاومت نشون بده، که نمیتونه مقاومت نشون بده، باید دلار زیادی داشته باشه پخش بکنه تو بازار، یا اینکه مجبور میشه بازار رو دنبال بکنه، که در اون صورت میباید ستاد به اصطلاح تنظیم بازار میباید قیمت ها رو بر اساس قیمت های بازار تنظیم بکنه. منتها از اون جهت که به هر حال با توجه به مشکلات دولت، با توجه به کسر بودجه اون دولت، در واقع این امکان رو نداره، به نظر میاد که بازار دچار تشویش میشه و خود حاکمیت هم الان در سردرگمیه که در این التهاب و در این تنش ها که در بازار هست چیکار بکنه. بنابراین آینده رو نمیشه به دقت به اصطلاح پیش بینی کرد، اما این مسیر که قیمت ها و قیمت کالا و خدمات بالا میره و همچنین قیمت دلار بالا میره، در این نمیشه تردید کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم همراه ما بودید.